سلام بچه ها، به یه ویدیو آموزشی خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام بهتون پختن یک غذای خیلی خیلی آسون یاد بدم. خب قبل از اینکه مسخرم کنین و به هم بخندین، میخوام بهتون بگم که میخوام واسه تون عدسی درست کنم. اونا که خیلی وقت با منه میدونین که عدسی غذای مورد علاقمه و سیگنچرمه و خیلی هم خوب درستش میکنم. اگه یادتون باشه یه لایو هم گذاشتم بهتونم آموزش دادم به صورت لایو، ولی الان میخوام به صورت غیر لایو واسه تون توضیح بدم چرا حالا عدسی. چون که بچه ها من دستپختم اصلا خوب نیست، غذای خوب رو نمیتونم خوب درست. غذایی مثل قرمه سبزی، قیمه، فسنجون، این اون اینا خیلی خوب عذاب در نمیاد و تا حالا هم شاید فقط یک بار امتحان کرده باشن یا دو بار. واسه همین غذای چرت و پرت و الکی مثل پاستا و سالاد ماکارونی و چه میدونم سالاد اولویو اینا رو خوب درست میکنم. بعد چند وقت پیش این بابای ساحل، خدا خفت نکنه بابای ساحل، ما رو کچل کردی، یا خودش گم شده یا دنبال دخترش میگرده یا بقیه دارن دنبال بابای ساحل میگردن یا بابای ساحل میخواد قایم شه. آقا خلاصه کسایی که پوست شیر میبینن میدونن من چی میگم. این ساحل در به در زندانی شده و این زندانیه هی واسهش لوبیا گرم درست میکنه میاد بشینه. دارم اون شب داشتم پوست شیر میدیدم، آقا چشمتون روز بعد نبینه، من دلم هوس لوبیا گرمای دانشگاه رو کرد. اون موقع که مثلا دانشجو بودیم لوبیا گرم درست میکردیم، قارچ میریختیم توش، مثلا سیب زمینی میریختیم توش، خیلی هوس کردم، گفتم من باید همین الان برم درست کنم. آقا چشمتون روز بعد نبینه که من کنسرو لوبیا نداشتم، مجبور شدم از همین لوبیا قرمزایی که خودمون مثلا کیلویی میخریم دیگه، اونا تو خونه داشتم، از اونا به درست کنم و 100 بار با آب شستم، 10 بار مثلا 20 دقیقه گذاشتم رو گاز که قشنگ قلقل بجوشه و اینا که نفخشو مثلا بگیره. آقا چشمتون روز بعد، اولا که نپخت، یعنی 5 ساعت رو گاز بود، این لوبیا نرم نشد که نشد که نشد، یه ذره ازش خوردم رفتم شیفت، یعنی تو شیفت مردم تا شد صبح دیگه، خودتون میدونین چی میگم. خب مواد لازم خیلی راحته، یک عدد پیاز. خیلی بچه ها حال می دخلی پیازم کوچولو کوچولو میکنی سرخ میکنی، 3 تا سیب زمینی کوچولو. چرا؟ چون که دوست دارم سیب زمینی بریزم تو عدس، این روش منه، هر کی دوست نداره خوب نداره. و عدس، اما این فکر کنم خیلی زیاد باشه واسه این، فکر میکنم نصف یه عدس. قبل از شروع هر کاری فکر میکنم که یعنی مطمئنم عدسمونو بریزیم تو آب یه ذره که هم نفخش بره، یعنی اگه نفخی داره، و هم این که نرم بشه زود. خب بگو. خب حالا شما اگه روش دیگه بلدین بگیم، من اینطوری همیشه مثلا درست میکنم. حالا فکر میکنم با چقدر انگاه کثیفه، مامانه همیشه میگه دو تا مشت بریز، حالا من نمیدونم چند، فکر کنم شد دو تا مشت. بچه ها فکر کنم، ببینیم، فکر کنم کافی باشه الان بخورم، مثلا فردا هم بخورم، یه فکر کنیم کمه، حالا یه ذره دیگه اضافه میکنیم، ذره که من. خب این از این، بعد آب میریزیم روش، نه و میشوریمش و آب میریزیم روش. بذار من برم بشورم و برگردم، با من همراه باشید. این وسط یه کامنتی، یه حرفی گفت، یه چیزی. خب همین مابن که رفتم اونو گذاشتم، آب ریختم روش، گفتم بذار پیازم هم خورد کنم بشورم بیام که با هم خوردش کنیم. حالا برای اینکه شما هم حوصله‌تون سر نره، میتونم واسه‌تون در حینی که دارم اینا رو خورد میکنم داستان بگم از روزهای خوابگاه، خوابگاه نشینی، غذاهای خوابگاه و این چیزا. جونم واسه تون بگه که من ورودی سال 91 بودم. سال 91 که وارد دانشگاه شدیم، دانشکده آزاد شهرستان اقلید، اقلید فارس، 3 سال اقلید بودیم، سال آخر برگشتیم شیراز واسه کارای بیمارستانه. آقا من اولین بارم بود دیگه، فکر کن یه آدم، یه دختر 18 ساله برای اولین بار میخوای مثلا از خونه دور باشی و فکر کن انقدر سنت اون موقع کمه و دنیا برات انقدر کوچیکه که من به همش مامانم اینا گفتم وای اقلید، فکر کن انقدر دوره، من چطوری برم و بیام. خیلی مثلا هیجان داشتم و فکر میکردم اقلید خیلی دوره،
در صورت که فکر کنم اگه اشتباه نکنم 2 ساعت فکر کنم. نه ببخشید 3 ساعت و نیم اینا شاید رانندگی باشه از شیراز تا اقلی. ولی انقدر دنیا کوچیکه، میدونی چی میگم، انقدر دنیا بچگونه و ساده هست که فکر میکردم که وای من الان یک راه خیلی دور دارم میرم و دانشجو هستم و همش میگفتم وای خیلی هم اکچولی هیجان داشتم. این میگفتن که وای چقدر خوب مثلا برم از خونه دور بودن رو تجربه کنم، مستقل شم. و مامان هم مثلا چقدر هی میگفت وای حالا ما چیکار کنیم، خیلی راه دور و این حرفا. بعد بچه ها خلاصه ما آماده شدیم و من با 2 تا از دخترخاله هم با هم پرستاری اونجا قبول شده بودیم. دیگه وسایلامون رو جمع کردیم، بارو بندیل رو بستیم و بابای من بردمون اقلید. بردمون اقلید و ماها اولین کسایی بودیم انقدر که مثلا ذوق و شوق عجله داشتیم که وارد خوابگاه شونه. خیلی خوابگاه خالی بود، هیچ که هنوز نیومده بود، فکر کنم قبل اول مهر بود، آخر شهریور. آقا رفتیم و سری مثلا یه اتاق هم گرفتیم و یه اتاق 4 تخته بود که ما 3 تا دختر خاله بودیم. اتاق اون یکیش خالی بود، تخت اون یکیش. بعد ما همش گفتیم یعنی کی بیاد هم اتاقمون شه، نکنه مثلا یکی بیاد اذیت کنه روحیم به هم نخوره و اینا. همون روزای اول با یه دختری توی آشپزخونه خوابگاه آشنا شدیم که دوست شدیم فورا بهش و گفتیم ببین تو تنهایی دوست داری بیای تو اتاق ما، یه اتاق خالی داریم. گفت آره. آقا زهرا جوین شد به ما، من بودم و زهرا دختر خالم و دریا دختر خاله اون یکی و زهرا بعدی که اومد شد هم اتاق دیگه. آقا خلاصه براتون نگم که چه روزای قشنگی ما داشتیم. مثلا زهرای جدید دختر خالم، نه زهرای اون یکی دستپختش خیلی خوب بود. دختر خاله هم دستپختشون اوکی بودا، ولی زهرای خیلی خوب بود. بعد هر موقع مثلا غذای خورشتی و قیمه میمه ای و اینا زهرا درست میگن خیلی هم خوشمزه میشد، خیلی دلم واقعا واسه دستپختش و خودش خیلی تنگ شد. چیزای اینطوری هم مثلا درست میکنن، عدسی خیلی درست میکنن، لوبیا خیلی درست میکنن. بعد بچه‌ها خیلی اون موقع فکر میکنم، فکر که نمیکنه، یعنی اون موقع دیدی دیگه دانشجوی دیگه نمیخوای خیلی هزینه کنی، خیلی دنبال این که رستوران بریم و غذا از بیرون بخریم و این چیزا نبودیم واقعا. غذای دانشگاه ثبت نام میکردیم، بعضی وقتا میرفتیم میگرفتیم، بعضی وقتا که کلاس داشتیم، بعضی وقتا که نداشتیم هم نمیگرفتیم، همین تو خوابگاه خودمون یه غذای درست میکرد. و آقا خوابگاهمون 2 طبق بود، طبقه پایین، ولی یادم نمیاد چند تا اتاق داشت، خیلی بزرگ بود. ما طبقه بالا بودیم. بعد اگه که این راه روه بیمارستان میخواستن، اگه این راه رو خوابگاه باشه، ما انتهای این ور بودیم، یعنی آخرین اتاق ما بودیم، اتاق شماره 219. و اتاق روبرومونم اتاق 220 بود که آقا ما با 220 ها شدیم رفیقای صمیمی جیکی با جیکی دیگه، یا اونا تو اتاق ما بودن یا ما تو اتاق اونا بودیم. آقا خلاصه خیلی باحال. بذار من سرتون رو به در نیام، برم تون تون پیازم رو خورد کنم بیام ادامه رو واسه تون تعریف کنم. خب پیازمون همینطور که میبینین من سعی کردم خیلی ریز ریز خوردش کنم. حالا میریم واسه مرحله بعد، بیاین تا ادامه داستان رو بگم. فکر کنم این سایز قابلمه واسهش خیلی خوب باشه. بچه ها پیازم رو میریزم فعلا این تو، روغنم میریزم روش که ذره ذره واسه خودش حال کنه تا من سیب زمینی رو چیز کنم دیگه. دوست بگیم خورد کنم ملحقشون کنم. وای پیاز تازه داره میره تو چشم. پیازو با نازو با سازو. حالا زیاد اینو کم کنیم فعلا. خب داشتم واسه تون میگفتم که ما با بچه های 220 دیگه خیلی مثلا رفیق شدیم و هر کار میخواستیم بکنیم مثلا با اونا میکردیم. آه اینو بچه من یادم رفت این ویدیو قرار آموزشی باشه، چطوری سیب زمینی پوست یه دون از این پوستگیرا پیدا کنین بذارین این بالای سرش ریفتی بگیریم پوستشو بکنین، میبینین به همین رو.
خب دیگه هر کاری میخواستیم بکنیم، هر شیطونی میخواستیم بکنیم دیگه با اون بچه ها بود. آقا یه خانومه بود که اسمش رو نمیارم چون هنوز هم ممکنه تو خوابگاه کار کنه. این خانومه خیلی حساس بود، خیلی به سر و صدا حساس بود. بعد خوابگاه، الان نمیدونم خوابگاه دخترانه چطوری، ولی اون موقع فکر کنم ساعت 9 یا ساعت 11 یادم نمیاد خاموشی میزدن، یعنی کل چراغای خوابگاه رو میومد اون مسئولش خاموش میکرد و همه دیگه بعد میخوابید، یعنی با هر کی میرفت تو اتاقش دیگه ساکت میبود. بعد برقا که خاموش میشد تازه ساعت بچه های 219 و 220 شروع میشد. آقا ما یه اسپیکر داشتیم روشنش میکردیم آهنگای بندری، میگو والا دستا بره بالا، بالا 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 همه دستا یالا بگو بی بندری تا به لرز دنیا. اینو روشن میکردیم صداشم بلند بلند میذاشتیم میذاشتیم توی راه روی خوابگاه، اینو روشن میکردیم و شروع میکرد حالا همه دستای بندری بیاد بالا. این که شروع میکرد به خوندن، خب اون خانومه از پایین اتاقش هم پایین بود داد میزد اسپیکر کیه صدای کیه خاموشش کنین. بعد تا میدیدیم داره اپلو یکم وای میسا نگهبانه میداد، تا میدیدیم که میگفت که داره بچه اپلو میاد بالا سریع اسپیکر خاموشی کردیم میپریدیم تو اتاقامون، میرفتیم زیر پتو، میرفتیم زیر پتو و میرفتیم رو ویبره خنده. آقا خلاصه همیشه مستقیم بدون هیچ سوالی بدون هیچ تحقیق مستقیم میمون در اتاق ما، مستقیم دقیق میمون میگو 219 220 بخوابین در رو باز کن میده این بدبخت ها که خواب زیر پتو هست. و یا مثلا زهرا دختر خالم مسخره اینطوری چشمش رو علکی باز کن چی شده خانم فلانی چی شده، شما بودیم موزیک گذاشته بودیم میگوزیم نه ما خواب بودیم. آقا میرفت به محضی که میرفت پایین میرسی تو اتاقش ما دوباره همین کار رو تکرار میکردیم، این بیچاره هی میرفت بالا هی میومد پایین هی میرفت بالا میگم دیگه خستم کردین. بعد یه بار دیگه هم یه مسئول دیگه داشتم اون خیلی بد اخلاق بود، حالا این بیچاره یه ذره اذیتش کرد ولی اون خیلی بد اخلاق بود، سریع میگو ریپورتتون رو میکنم به مسئول خوابگاه ما رو میترس، ما که جوجه میترسیدیم. بعد یه بار دختر خاله اومد چه میدونم برای خودش با چادر، بچه ما این عادت ها داشتیم که با چادر واسه خودمون لباس شب درست میکنم اینا، اومده با چادر رنگیش واسه خودش مثلا یه لباس دکولته درست کرده بود، دامن درست کرده بود، داشت اینطور اینطوری میرقصید، هندی هم داشت کاش میتونستم این ویدیو ها رو براتون بذارم. من همین الانم یعنی فکر کنم یکی از علایق من که باعث شد بیام یوتیوب شروع کنم و اینستاگرام شروع کنم همین علاقم به عکس برداری و فیلم برداری بود، همیشه دوربین من دستم بود از این لحظه ها فیلم و عکس میگرفتم. حالا اگه دوست داشتین میتونن یه بار عکسای 10 سال پیشو مثلا بیارم که گرفتم و با هم بهش ریاکشن کنیم اگه دوست دارین پایین بهم بگین. آقا خلاصه من داشتم ازش فیلم میگرفتم یهو یکی تخت زد تو درمون، نه در نزد در نزد، یهو من دیدم در داره اینطوری آروم باز میشه، گفتم زهرا بودو در داره باز میشه، سری زهرا رو یه گوشه رو صندلی نشست، حالا با اون لباس دکونته هندی که درست کرد اومد داخل گفت متاسفم براتون، واقعا براتون متاسفم، دانشجوهای مملکت شما قرار پرستار این مملکت بشین، متاسفم براتون. اسپیکرمون رو برداشت رفت. آقا هرچی دنبالش دویدیم التماس که قول میدیم صداشو کم میکنیم فلان بیسان، گفت نه میرم. آقا تا رفت در و بس رفت بیرون ما زدیم زیر خنده بلند بلند میخندی یا در و بس گفت مگه نگفتم ساکت باشی. وای خیلی بچه ها خلاصه که روزای خوبی بود، خیلی خاطره دارم، یعنی اگه بخوام واسه تون خاطرات دوران دانشجویی بگم فکر میکنم بیشتر از 20 ساعت طول بکشه ویدئومون. ولی اگه شما اگه خاطره بامزه از دانشگاه و خوابگاه دارین پایین واسه هم بنویسین. خوابگاه های پسرونه نمیدونم چطوریه، اون موقع دانشگاه و خوابگاه پسرونه فکر کنم نداشت، یا اینکه یه قسمتی بود یه خونه مثلا چند خوابه رو اجاره کرده بودن هر اتاقش رو مثلا به چند نفر داده بودن، یادم درست نمیاد چطوری بود سیستم پسرا، ولی دخترا میگم که یه خوابگاه خیلی بزرگ داشتیم و خوابگاهمون دو تا ساختمون داشت. ما فکر میکنن یک
ما دو بودیم اونا یک بودن، ما الزهرا بود فکر کنم، الزهرا یک بودیم اونا الزهرا دو بودن، دقیق یادم نمیاد، ولی مثلا ساختمون ما یه ذره جدیدتر بود و تازه ساخته بودن، تازه که یعنی مثلا یکی دو سال قبل ما ساخته بودن. خب رسیدیم به مرحله برش 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 سیب زمینیمون. طوری که باید برش بزنید این طوریه، خیلی نازک و خیلی کوچولو، فقط حواستون به دستاتون و انگشتای نازنینتون باشه. بعد اینطوری چند تاشو با هم بذارید رو کله هم و چی 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 خوردش کنید. تخ تخ تخ. دیگه این از مثلا کاری که میکردیم. و یه مورد دیگه که من داشتم خیلی خنده داره اینه که بچه من همیشه دیر آماده می شدم، یعنی تا بلند می شدم من قشنگ مرحله دستشویی رفتن و صورت شستن و مسواک زدنم کم کم نیم ساعت تایم می برد. بعد مثلا من آدمی هم که خیلی سعی می کنم به خودم استرس و اینا رو ندم، خیلی با آرامش و این من می منم وای می سادم یه آرایشی هم می کردم و اینا، تا من آرایش کن لباس می پوشیدم دیگه خیلی دیر می شد. بعد از خوابگاهمون تا دانشگاه یه مثلا 5 تا 10 دقیقه رانندگی بود، پیاده نمیشد بری، نزدیک نبود که پیاده بریم، واسه همین هر روز صبح مثلا سر ساعتهای خاص سرویس دانشگاه میومد میبردمون. اگه که من سرویس دانشگاه رو میس میکردم خوابگاهمونم تو اتوبان بود، نه تاکسی رد میشد نه ماشین رد میشد هیچی. بعد توی دانشجو که اونقدر پولم نداره که حالا هی بخوای هر روز تاکسی تلفنی بگیری، مثلا حالا اون موقع خوی ترسیدن یه صدای اسکرام، اون موقع مثلا فکر میکنم 2-3 تومن میشد از در خوابگاه تا دانشگاه با تاکسی تلفنی، ولی خب من نمیتونستم هر روز تاکسی تلفنی بگیرم. آقا من دیگه راننده میدونست که من دیر میام دیگه، من از اگه 7:30 حرکت میکرد من 7:30 از در اتاق میومدم بیرون، از در اتاق میدویدم یه مسیر مثلا طولانی و میدویدی دیگه، یه مسیر مثلا چقدر بگم 5-6 متر شاید هم بیشتر 100 متر یادم بچه دقیق نمیاد، ولی خیلی اینطوری نبود که از در بیای بیرون بری سوار مثلا اتوبوسی، باید مثلا راه میرفتی تا برسی محوطه بازی که بود سوار اتوبوسی. من میدویدم رفت که بره تو جاده بود دست کنم آقای فلانی وایسا میگو بودو بیا اون ور خیابون سوارت کنم، چون ما این ور خیابون بودیم، بعد اتوبوس که میرفت بیرون بعد میرفت بریدگی دور میزد که بره اون ور خیابون که بره سمت دانشگاه. خب من گفتم بودو بیا اون ور خیابون دیگه، من باید میدویدم. یه سرازیری بزرگی بود از در خوابگاه تا اون ور جاده، بودو 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 میرفتن میرسیدم و اتوبوس همزمان با من میرسید اونجا ما رو سوار کرد. آقا خلاصه نگم براتون که من همیشه خدا دیر بودم، همیشه خدا دنبال اتوبوس میدویدم که برسم به دانشگاه. بعد یه علاقه هم که داشتم به کلاسای 12 ظهر به بعد، یعنی سعی میکردم بیشتر وقتا که انتخاب باید میکردم سعی میکردم کلاسایی رو بردارم که ساعت مثلا 12 ظهر به بعد شروع میشه، من نخوام مثلا صبح زود بیدار شم. ولی خب دیگه بعضی درس ها دیگه دست خودت نیست دیگه، مثلا صبح ارائه میشه تو مجبور بودی صبح بگی. دیگه اینم یه داستان خنده داره دیگه که من همیشه عقب میمونم. فکر کنم خیلی حرف زدم، من میرم سیب زمینی هامو تون تون مربع مربع میکنم برگردم. خب اینم از سیب زمینی هامون که مربع مربع و کوچولو کوچولو خوردشون کردم، حالا اضافه شون میکنیم به پیازامون و بقیه سیب زمینی ها. سیب زمینی همون هم به پیازامون اضافه میکنیم، زیرش یه ذره زیرش بیشتر میکنیم که زود مثلا سرخ بشن. بعد که سرخ شدن دیگه میتونیم اون عدسمون هم اضافه کنیم. بچه حالا این دل بخواهی است، میتونید ادویجات مختلف بزنید، مثلا زردچوبه رو حتما بزنید که من الان خواهم زردچوبه بزنم. آه بچه یه سوال ازتون داشت، اون موقع که لایف گذاشته بودم بهتون گفتم به نظرتون اگه هویج بریزم توی غذا بد میشه، بعد همه تون خندیدین بهم کی آخه هویج میریزه تو عدسی، چرا همه چیز رو قاطی میکنی، چرا قیمه ها رو میریزه تو ماستا، ولی من واقعا هویج خیلی دوست دارم. الان هم خواستم بریزم گفتم حالا شما تو کامنت ها احتمالا به حسابم خواهید رسید نریختم. اما به صورت جدی میخوام ازتون بپرسم که بچه اگه قارچ بریزم
بد میشه یعنی؟ چون با بچه قارچ که خیلی خوشمزه است که در زیر اینو زیاد کنم زود یه ذره سرخ شن همه شما هست. ولی بچه شما به هم بگیم به نظرتون قارچ بریزم توی عدسیم خیلی بد میشه؟ نمیدونم. اینا یه سیزنینگ دیگه است. اینو با روی گوشت و اینا میریزم. من از کاسکو اینو خریدم. خب اینو رو گوشت میریزی، نمک داره و یه سری ادویجات مختلف خیلی خوشمزه. حالا ما یه ذره میریزیم تو عدسیمون که یه ذره مزه و بوی گوشت. بعد یه دونه سوسیس ریز توی یخچال اضافه اومده، همینجور مونده. هیچ کاری هم باهاش نکردم. فلفل قرمز، بچه‌ها فلفل قرمز از ایران خریدم اومدم، می‌بینی؟ بعد داداشم فکر کرده که من کودنم روش الان نشه فلفل قرمز. و خودم که می‌بینم این فلفل قرمزه طوله، همه جاش هم نوشته که این فلفل، بعد اومده با خودکار مثلا با یه ذره فلفل قرمز ایرونیمون هم اضافه می‌کنیم. تپ تپ تپ. اوه خیلی شد. مورد بعدی که من میزنم بچه پودر پاپریکاست. پودر پاپریک رفت تو گرم. پودر پاپریکا رو من به مرغم هم میزنم خیلی خوشمزه میشه. بچه ها حتما امتحان کنید اگه تالا تو غذا این امتحان نکردیم. خیلی شد ولی فکر کنم نه. بعد دیگه چه ادویه ای دارم؟ دارچین هم میتونم یه ذره بزنم ولی فکر کنم شیرین میشه. به بالا هرچی داری خواهر، نمیخواد بریزی. کاری هم دارم ولی نمیخوام مثل مزه غذای هندی بشه. فلفل سیاه، مورد بعدی فلفل سیاه هست که حتما لازمه هر چیزی هست. بعد داشتم فکر کردم کالباس اضافه کنم ولی بچه رو فکر کنم بد میشه واسه همین نه. خب هم میزنیم هم میزنیم. داره بیشتر مزه دو پیازه آلو میده. اونایی که میدونن دو پیازه آلو چیه این پایین بگن. خب میذاریم یه چند دقیقه اینا با هم سرخ بشن، بعدم عدسمون رو بهش اضافه میکنیم. قارچ بزنم فلفل دلمه یا نه ولش کنم دیگه حالا از چی شد بوی ادویه هاش داره چیز. خب بچه ها همینجور که میبینیم هم میزنیم که قشن سرخ بشن با هم و بعدم عدس رو اضافه کنیم، ولی صبر کنیم تا طلایی بشه همش. من یه ذره عجله کردم، ادویم و زردچوبم رو زود زدم واسه همین طلایی شدنش رو نمیفهمم، زرد شدن دیگه. خب بچه ها خیلی سرخ شدن دیگه، دارن رو به سوختن میرن، واسه همین چیکار میکنیم؟ طلایی که شد دیگه عدستون رو اضافه کنید. این عدسایی که من گذاشته بودم از موقع که ویدیو رو شروع کردم که چیز بشه، حالا به نظر که اوکی میاد دیگه، حالا نمیم چطوری وایسین کم کنم. خب اینو بیارم این برکه رو آتیش نباشه، خاموشش کنم این لحظه من خیلی میترسم. و اینو اینطوری میریزیم توش با همون آبی که گذاشتم یه چند دقیقه توش بود هم ریختم. نمیدونم شاید نباید این کارو میکردم. اگه یه مامان خبره داره این ویدیو رو میبینه بگه که معمولا آبشو میریزن دور آب جدید میارن یا مهم نیست. خب عدسمونو که اضافه کردیم، خب یه ذره آب بیشتری بهش اضافه میکنیم چون آب اصلا نداره. بعد بعضی ها ممکنه رب اضافه کنن، من رب اضافه نمی کنم چون دوست ندارم، دوست دارم همون رنگ خاکستری طوری که میشه باشه. خب اضافه که کردن بچه ها میذارین روی گاز که با هم بپزن. یکم زیرش هم زیاد کنین که به قلقل بیفته، بعد دیگه زیرش رو کم کنین که آروم آروم سرش رو بزنین روش که آروم آروم بپزه. بعدم که پخت که دیگه آماده که خوردن میشه. حالا من صبر میکنم دیگه، صبر میکنم یکم بپزه، بعد حالا با هم نتیجه رو میبینیم. فعلا گذاشتم زرم زیرش رو زیاد کنم که چیز به قلقل بیفته. خلاصه اینطوری دیگه بچه ها. ولی به هم بگین اگه دوست دارین من یه غذای دیگه بهتون یاد بدم. این بهترین فکر کنم برنامه آموزشی و سرگرم کننده غذایی بود که تو حالا دیدین. اگه کسی سوالی داره میخواد براش توضیح بدم حتما حتما بپرسه. من برم زیر اینو کم کنم، فکر کنم یه
چند ساعت دیگه با نتیجه برگردم. الان قیافش خیلی دوست داشتنی نیست، پیشنهاد نمی کنم ببینیمش چون آب ریختم روش، ولی بعد که یه ذره جا افتاد و بهتر شد میام و بهتون نشون میدم. پس شما حتما تو خونه امتحان کنید، به همین روشی که یادتون دادم هم امتحان کنید. دیگه حالا صبر میکنیم دیگه، قیافش یه ذره الان دوست داشتنی نیست ببینید، ولی قضاوتش نکنین، بذارین یکم حال بیاد. همش هم حس میکنم یه چیزی یادم رفته ولی یادم نمیاد، میذارم یه ذره واسه خودش بجوشه تا حالا برسیم به نتیجه. خب اینم از غذای آماده شدمون، یه ذره فلفل سیاه هم بهش اضافه کردم. وای به جاتون خیلی خالیه بچه ها. از نتیجه غذامون امیدوارم که خوشتون اومده باشه. جای همتون هم خیلی خالی، خیلی خوشمزه بود. شاید بخندین یا بگین تو عکسش خوب نبود یا تو فیلم خوب نیافتاده، به نظر بدمزه میاد، ولی خیلی خوب شده بود. به دستپخت من ایمان داشته باشه و حتما توی خونه امتحان کنید. تا یه ویدیو آموزشی سرگرم کننده دیگه، خدافظ.